کابل نیوز ګران لیدونکو سلام رولې تخرنګ لاس د خبرې د څه وخت نه شروع شوې دي د بنبست خبر مو سره یو ځای شروع شوې ده د پرمختګ خبر سره نشته سره د دې چې وایي چې پرمختګ روان دی او هیله شته دی او نن او سبا او بل اخره لیکن اوس خو بیخي د ډېرې مودې نه فقط په یو موضوع باندې یو اختلاف دی او هغه نه ښکاري چې هغه حل شي ځکه دواړه خواوې په خپل دریځ باندې کلکې ولاړې دي اوس د مذاکراتي هیئت څلور پنځه غړي چې دوه پکې خو د حکومت وزیران دي او نور کسان چې دي لکه فوزي کوفي نقیبي صاحب او عبدالمطلب بیگ د یو خاص سیاسي دریځ لري دا کسانو قطر پریښی دی راغلي دي کابل ته تر اوسه پورې هیڅ نه دي ویلي چې ولې راغلي دي دلایل شخصي وي لیکن یوه خبره خو حتمي ده که کوم د پرمختګ امید وي نو دی راتلل دلته نو په دې موضوع باندې بحث کوو چې ولې دغسې حالت دی آیا خبرې اترې د ناکامۍ په لور روانې دي او که څنګه قصه ده په دې باندې بحث کوو په دغې بحث کې موږ سره د کاناډا نه ملګری دی ښاغلی ولی فروزان سیاست شنونکی او دلته د کابل په سټوډیو کې راسره دی د پوهنتون استاد ښاغلی ذاکر جلالی ستړي مشې په خیر راغلی جناب فروزان صاحب بس اگر شما از کنیم پنج نفر از حیات مذاکره کننده قطر ترک کردن ولی کابل آمدن گرچه خودشان چیزی نمیگن لیکن این خود نشان میده که کدام امیدی برای پیشرفت در مذاکرات وجود نداشت که آمدن چگونه ارزیابی میکنی نیرم سلام به شما سلام به میمانتان و محترم بیننده های تلویزیون کابل نیوز من فکر میکنم خب مسائل شاید مسائل شخصیت من اینجا خانه و زندگیشان از هر کس مصروفیت های شخصی داره اما بیشتر فکر میکنم به این معطل و این رکود که آمده در مذاکرات دلیلش همی باشه به خاطر از این که تقریبا مذاکرات به بنبست مواجه شده پیشرفت قطعا به صورت نمیگیره و فعلا هم عملات طالبا زیاد شده تقریبا تمام مواد توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالباش شده بود ای شکستانده شده مثلا چند روز پیش یک حمله بالای نیروهای ناتو بود که دو نفر رومانیایی فکر میکنم یا از کدام کشور دیگه بودن اونا زخمی شده بودن بالای قطعات بزرگ تاسیسات بزرگ نظامی حمله میشه بالای ولسوالی ها حمله میشه بالای شهرهای بزرگ حمله میشه دیگه فکر میکنم این تا هیچ ماده نمانده باشه از توافقنامه که شکستانده نشده باشه و در این زمان یک خبردگام تقریبا دو ماه پیش بود که او یکی از اخبارهای امریکا فکر میکنم نیویورک تایمز بود که نشر کرده بود که یک حمله آوان راکت چند راکت بالا یکی از قطعات یکی از پایگاه نظامی امریکا هم که او را اعلان نکردن همینطور یک واقع شده بود اما اعلان نکرده بودن امریکایی‌ها به خاطر از این که کدام اخلال نباید همین روند ساله و یا بیشتر شاید مسائل انتخابات بر از او مهم است انتخابات امریکا نمیخواهند او کدام همین روند صدمه وارد شده که او فروزان صاحب بله ترامپ میخواهند شان بوده امو از بین بره بله ببخشید اوبراین مشاور امنیتی ملی امریکا باز رضایت نشان میده از توافقنامه پس اگر چنین وضعیت باشه اوبراین چرا رضایت نشان میده؟ من فکر میکنم دمی چند روز که مسئله انتخابات امریکا هست یه ایالت بسیار استثنایی است و کار کردن به خاطر از این که یک دستاورد داشته باشن و به هیچ قیمت نمیخواین این دستاورد از بین بره حتی اگر متوجه باشین درست پیش در عملی که بالای مکتب شده که دست داشته برچی یک عمله بیخی برای ملکی ها بود که معمولا تمام کشورها یک او را تقبیه میکنن اما آقای خلیلزاد هیچ نوع عکس العمل نشان نداد این حرکت های سیاسی از طرف قصر سفید از مشخصاً کسایی که با خودت آقای ترامپ کار میکنن آقای ترامپ و پامپیو مشاور امنیت ملیش آقای خلیلزاد اینا همگیشون
برای کشور امریکا در حقیقت خوی و مامورش هستن، اما یک کمپاین انتخاباتی جز امو تیم هستن. بله، بعضی ها فکر میکنن چون انتخابات امریکا چند روز مانده و منتظر انتخابات امریکا هستن تمام طرف ها، هم طالب ها هم حکومت افغانستان، از این خاطر تیم های مذاکراتی هر دو طرف نمیتونن تصمیم بگیرن، چون هنوز باز چیزهای مثلا پالیسی های امریکا در ابهام قرار داره و شاید بعد از انتخابات ابهام دور شوه. چی فکر میکنین در این مورد؟ کاملا هم نظر هستم با شما امیتر. است بعضی مسائل است که معطل مونده به ای که انتخابات امریکا چی میشه، شدت که عملات طالبان شاید یک دلیل شمی باشه که تا انتخابات یا میخواستن که یک نتیجه بگیرن، یک عکس العمل از امریکا بگیرن، اما ایتر معلوم میشه که تا انتخابات اینا نمیخواین جانب امریکا و جانب دولت افغانستان که هیچ نوع تغییر بیایه در روند سال کدام پیشرفت بیایه، و بعد از انتخابات معلوم میشه که سرنوشت خود روند سال به کجا کشانیده میشه، چون وقتی که آقای ترامپ به یگانه علاقمندی که داشت در مورد سال در افغانستان و کشیدن نیروهایش به خاطر که اگه امتیاز در انتخابات خود بگیره، بعد از او که اگر رئیس جمهور دوباره انتخاب شد دیگه ای ضرورت نداره که باز دور سیام خود امریکا نیست، باز او خود در ذهنیت های رای دهندگان برای از او تا کدام اهمیت خود از دست میده، سرنوشت افغانستان، کشیدن نیروها، ماندن نیروها را در اینجا دیگه باز بر پنداگون به وزارت دفاع میسپاره که اونا چی تصمیم در موردش میگیرن. بله درست. اگر آقای بایدن برنده شه، او پالیسیش امیسته که از 4600 پایین تر نیروها را ما پایین نمیبرم و مطابق به شرایط میباشه. صحیح. خب مطابق شرایط دیگه او یک چیزی است که نامعلوم. سر از این صحبت میکنیم. بله. سر از پس اون صحبت میکنیم که آیا انتخابات تا این حد نتایج انتخابات تغییر به وجود خواهد آورد که همه چیز باید منتظر از او باشه، تمام پروسه سال آیا صرف مصرف انتخاباتی داشت و یا جزء اصلی سیاست های امریکا هم است؟ پس آن سر از صحبت بکنیم، امرای ما باشین جلالی صاحب. لیکن یه خبر خو پر ترتیب بانی، یه بنبست با مذاکراتو که روان ده او دازه پینزو کسانو را تک چه دوخوی و عملا وزیران ده حکومتی و او د درې کسان هم یو خاص دریز لري، خپل د خپل یو معنا لري، د یو رقم دریز خلکو راتګ چې حکومت سره نږدې دي. دغه په خوا کې وضعیت لکه څنګه چې فرولان صاحب هم اشاره وکړله، په هلمند باندې حمله، په نورو ولایتو کې حملې، او په دا یو سوم ځل دی چې امریکایان هم بمبارد کوي، بېرته جګړې ته راستنېږي. نو قصه څه ده؟ آیا تصمیم داسې دی چې د جګړې میدان به فیصله کوي؟ مذاکرات خبری رو رو کم رنگی کی کسی مالا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دیر ازیاد مندنه سلام تاستا قدر من فروزان صاحب و در کابل نیست تلویزیون تولو تخنیکی هم کاران نولیدون کتا پدیک شک نستا چه دوحه که پا مذاکراتو که دیر پاموار پر مختاق و نست دی وقت پا پام سرا چه لوی مشتی زیاد وقت تلتا تیریگی و توقع دا با چه جرب اصلی مسائلو تا دواره مذاکراتی تیمونه پری بحث کوي، اما په داسې مسایلو دا مسله نخته چې دغه حل بل اخر به یو طرف په دیاړه انتاف خي. مثلا د مذاکراتو اساس چې یو اساسي بحثونه ده، تر کومه ځخه خبره مده فقهي بحث لري او دا حل سوې کیږي، یوازې د مذاکراتو اساس ده چې څوک به په دې اړه اساس به څه دي د خبرو دوهې تړون به وي او که نه به وي او که نه به وي. دا چې دا خلک را ګرځېدلي دي، زه فکر کوم څو شیان مهم دي. تر ټولو مهمه مسله خو دا ده چې مذاکراتو کې رښتیا هم ډېر پرمختګ نشته. دویم، رسمي مذاکرات نه دي چې دا یو ویش کسیز پلاوه چې له کابله تلی او یو ویش کسی د طالبانو دوی هره ورځ یا څه موده بعد د میز دواړه غاړو ته کینی او په مسایلو باندې سره بحثونه وکړي. یوازې د تماس ډلې دي چې هغوی خپلو کې سره کینی
او بحث فقط په دې فیصله کې چې خبرې ته به ادامه ورکوم فقط په دې فیصله کې لا هم د اختلاف ټکی په خپل ځای ده حتی د تماس ډلو کې هم بدلون راغی چې تر کومه ځخه خبره ما ډېر کم شو ولا او په خوانی کم ټیمونه چې ول لک خبره تند سوی لک خبره تند سو ډېر تر خاص و په دې اساس دوی تسیمونه و چې لک ټیمونه محدود کی او هم بدل کی نو زه فکر کوم دغه ټول عوامل بل د پرمختګ بحث ده چې پراتلونکي کې هم په نږدې وخت کې زه فکر نکوم زما ارزونه ده چې شاید کدا خبره اوس دریږي دا به اول راوند ګڼل کیږي دویم راوند لپاره به بیا دغه ټکی چې د خبرو اساس څه وي هغه بیا شاید ماتل سي بل دور ته ځکه دا خبره یو دیس ما خلکو ته فکر کوم چې خل د انتخاباتو نه مخکې باید یو داسې یو څه وشي یو بریکترو چې انتخاباتو تام یو لاس راوړنه وګڼل شي یوازې د دوهې تړون لاس راوړنه د امریکا د انتخاباتو لپاره او که نه که بل څه وو نو داسې ښکاري چې هغه خو نه شول لومړی خو زه په دې باور نه یم چې دا ټوله د سولې پروسه د امریکا ټاکنو سره غوټه کوو او فکر وکړو چې د امریکا ټاکنو لپاره مصرف داخلي لري کله چې ترامپ په 2014 کې راغی لومړی نظامی انتخاب ته لومړیتوب ورکړ او ټول واکې پینټاګون او جنرالانو ته وسپاره مک ماستر چې هغه مهال د ملي امنیت مشاور و هغه یو لږ کسانو چې ټینګار درلود چې دا مسله له نظامی لارې حل شي خو لیوی یو کال شدید جګړې ورسته ترامپ هم د نتیجې ته ورسید چې جګړه د حل لار نه ده او په سپتمبر 2013 کې خلیزاد ځانګړي استازي په توګه وټاکو لږه ورسته د بهیر پایل سه نو په دې اساس هم زه فکر نه کوم چې په 2013 سپتمبر کې د خبري پیلېږي او د ترامپ د ټوله محاسبه دې ته وي چې پراکونو کې بلدي استفاده وکړي د دې ترڅنګ کده امریکا د ولسمشریزي ټاکنو بحثونه هم وګورو په دې بحثونو کې لکه د 2014 افغانستان لا هم یو محوري ټکی نه ده چې په دې د افغانستان په نه په استفاده مخخ نوماندان د ډیرو رايو د ترلاسه کولو کوشش وکي البته یو شی واضح ده چې ترامپ نه وځه چې د افغانستان په مسله کې بلکې په ډیرو نورو مسایلو کې د امریکا د ډیرو خلکتیا مخالف ده هغه ک افغانستاني کبل هرځه یو حتی لکه د ترامپ لوس مشرینه مخ کې د ترامپ زنی دریزونه وګورو په هغه حال هم ترامپ د ترامپ دریزونه چې افغانستان مسله حل کوم هغه دریزونه چې خپل اسکر هغه دریزونه چې خپل اسکر له دغه ځایو راو بس یو ډول امریکا د ترامپ واکمنۍ کې یو نوی انزواګرای خواته تک بحثونه مطرح کیږي چې هغه ډیر آباد لري بین لري دلایل په دې کې ډیر زیات مطرح دي چې هغه دې بایس کیږي چې یوازې د ترامپ نظیر نظر نه بلکې په لویه کې د امریکا نظر دا کیږي چې بل اخره لزینو جوړوي دا جګړه شدت دوه خواونه جګړه کې خپل کېدل ام د امریکایي ارخ او ام د طالبانو چې جګړه دا څنګه ارزوي نو کته سودا وی چې بل اخره به یو طرف نه توافقي او دا کیږي انتخابات یو خبره د ټول د سولو ټول پروسه انتخابات پر نه ده نو جګړه خواته ولې لاړه بیرته خبره زه فکر کوم کله چې بین الافغاني خبرو کې خاص پرمختګ ونسه او نه یوازې دا چې پرمختګ ونسه بلکې ماته داسې ښکاري چې د افغان حکومت په ارادو باندې هم شکونه زیات شو چې آیا واقعا هم افغان حکومت د مسلې سولې حل غواړي او که هڅه د دې روانه ده چې دغه انتخاباتي دوره پوره شي په هر ډول چې وي د خبرې په ډېر بتی ډول پرمخ لاړ سي وخت ځای سي کلونه کلونه د خبرې دربر ونی سي په خو هم لسمه شروي دي چې 16 15 کلو کې راځي یا اوس هم کده افغان حکومت د ریزونه وګورو سره سيده چې طالبانو هم جګړه ته شدت ورکړای خو د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو ادبيات کو وګورو هدا سنخ کاری چې د حکومت استازي د چیرته په عین وخت کې په خبرو هم بوخت وي تاسو ګڼ مثالونه لري دنیا کې د مذاکراتو چې د مذاکراتو جریان سره سم ادبيات کې کافي بدلون راځي او تغییر راځي نو دا ټول هغه څه دي زه فکر کوم چې طالبان هم شاید فکر وکړي چې ډیره توقع د میز پر ځای باید جګړه دګرته هم یالته هم باید توجه وسی ترسو د جګړې لپاره په افغان حکومت باندې فشارونه زیات سی او هغه د مذاکرې میز کې یو څه نرمخته مجلس افغان حکومت د جګړې لپاره ډیر فشار په ممکن دی او که د امریکا د خوانه فشار په ډیر باسر دی
خا د امریکا فشار خصوص انکار نسی کولای د امریکا د فشار په نتیجه کې 15 طالب زندانیان خوش اسول د امریکا د فشار په نتیجه کې او د امریکا د فشار په نتیجه کې یعنی هدا د اوس هم افغان حکومت چې کله د دوه هوکر نه منی د خبرو د اساس په توګه خو د امریکا فشار د چې افغان حکومت نسی کولای ډیر ښکاره او واضح د دې تړون مخالفت وکړي او ځان متحد و نه بولی د دې تړون مواد ته خو چون یو طرف امریکا ده او طبعا امریکا چې ځان هغې ته ملزم او متحد بولی افغان حکومت مجبوره ده چې باید د هغې په تړاو هم ځان ملزم وبولي او اقدامات یې هم وکړه د همدغې هوکړې په اساس ولی اوس په بین الافغاني خبرو کې دا بحث مطرح کیږي چې افغان حکومت نه غواړي چې د دوه اساس دا وي زه فکر کوم د دې ترڅنګ د طالبانو هغه ارزونه ده چې چون هغوی جګړه کوي او د جګړې له لارې تر دې ځایه رسېدلی دي باور دا ده چې افغان حکومت په یو کمزوري حالت کې ده هم په سیاسي لحاظ هم په نظامي لحاظ نو کله چې میز پر سر پرمختګ نه کیږي عیني پرمختګ نو نظامي فشار ته لومړیتوب ورکوي دا کار څونه مؤثر ده او موږ ته افغانانو ته دغه وضعیت ثبات راوستی شي که نه وروسته په دې باندې بحث کوو جناب فروزان صاحب آیا انتخابات امریکا تغییر بسیار واضح و روشن یعنی در پالیسی امریکا به وجود خواهد آورد که همه چیز باید منتظر انتخابات امریکا باشه؟ من فکر نمی کنم موضوع افغانستان در اینجا اصلا مورد بحث نیست یک اشاره بله. بسیار کوتاه میشه در سخنرانی رهبرایشان وقتاً فوقتاً ما یک دفعه اگر ترامپ به او اشاره برسانه و بایدن هم هر سه ماه بعد یک دفعه در مقابل ترامپ یک جواب میده و هم نظر خود اگر کسی سوال کنه یعنی اگر انتخابات در اینجا مثل 50-50 شوه شاید یک فیصد دو فیصد تاثیر کنه موضوع افغانستان از او بیشتر تاثیر نداره نهایت شاید 3% در رای دهندگان چون خب آل کم ترامپ در کمپاین خود در سخنرانی خود از این گپ میزنه بالای همون رای دهنده هایش کمک شاید تاثیر داشته باشه مگر برای بقیه مردم امریکا اصلا مردم امریکا زیادش تصمیم امریکا چیست؟ مجموع تصمیم امریکا یا مصروف بله ببخشن تصمیم امریکا چیست؟ کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان خود تقریبا هم ترامپ خوان عزوز و هم جو بایدن فلحاظ تغییر بزرگ خود باز یعنی چرا باید منتظر انتخابات شما مردم خصوصا طرف های مذاکره کننده من فکر میکنم زیاد از کشیدن پایشان از توافقنامه طالبا و ایالات متحده امریکا باشه به خاطر از اینکه تا او وقت اینا نمیخواین هیچ نوع تغییر همین روانده میخواین موفق نشان بتن و در او بعد از او تصمیم میگیرن که اگر در افغانستان ماندنی میشن خب این توافقنامه هم دیگه ناکام میشه زیاد دلیلش امی بوده میتونه یعنی شما فکر میکنن که اصلا توافقنامه که بیان طالبا و امریکا امضا شده او دیگه امکان از این وجود نداره که تا مدت زیادی بجای خود بگذاره بانه من فکر نمی کنم خب تلاش های سلح شاید بانه به می شکل که هست دوام کنه تلاش سلح خواهی همیشه دوام داشته از بسیار سال هست اما به این شرایط که قاطعا ساکر امریکا نیروهای امریکا از افغانستان خارج شود تا به ماه می 2021 و به شرایطی که در افغانستان فعلا موجود است مثلا اینجا از القاعده بودنش اینجا سخن گفته میشه و از داعش و از همه چیز فکر نمی کنم که تا به این توافقنامه به یک انجام به شکل که پیش بینی شده در خود توافقنامه به او شکل به مو وقت و زمانش به کامیابی برسه به او خاطری رئی و ناکام اعلان نمی کنن اما قسمی که من پیشتر گفتم تمام علایم موجود است که طرف ناکامی ای روند به حساب علایمش دیده میشه ناکامی ای توافق نما به معنای ادامه حضور عساکر امریکایی در افغانستان خود بود فکر میکنم به حضورشان خاتم بودک اما اگر در اینجا جنگ ها بسیار شدت بگیره و امریکا بسیار
زیاد خواستار از این باشه که نیروهای خود خارج کنه، به شکل که آقای ترامپ میگه اگر همی پالیسی خود شخصی آقای ترامپ بالاخره بالای نظامیایش قبولانده شد و نیروها خارج شد، در اون صورت علایده است، در اون صورت در اینجا جنگ شاید یک جنگ داخلی صورت بگیره و در نتیجه تروریسم جهانی مثل داعش و القاعده و باقی مونده تروریست‌ها اینجا یک از بی‌امنیتی استفاده کنن و باز امنیت تا حد خراب شد که داعش در اینجا مرکز خود بیاره، باز در اون صورت روسیه و چین، هند، پاکستان تا همگی از او احساس خطر میکنن و در اون صورت امریکا هم چون اگر اقدر زیاد جنگ باشه نمیتونه در اینجا با یک نیروهای بسیار معدود خود بانه، باید بره و 3000 یا 4000 تا سفارت خود شاید بسته کنه. این خطرها موجود داره، موجود است، اما در بودن قوای نیروهای امریکایی خطر کمتر است. به او خاطر ممکن است قطعات خود نگاه کنن در اینجا، یعنی در صورتی که جنگ زیاد شد من فکر میکنم قطعاتشان در اینجا میمانه اگر زیاد شد. و اگر قطعاتشان میمانه به معنی از این خود بود که توافق با طالبان دیگه وجود ندارم. اگر یا میخواستن توافق نامه به یک نتیجه برسه حتما فشار میاردن در میچند روز این موضوع حل میشد و نتیجه از این میگرفتن برای انتخابات خود. اگر از انتخابات گذشت به نظر ما به تحلیل ما این توافقنامه هم به طرف شکست میره و ترامپ کارهای خود ریزه کده در همه امور که بخواد رای دهنده ها را توجهشون را جلب کنه. مثلا چند روز پیش گفتن که کرونا، ویروس کرونا گرفتش، مگر در دو روز جور شد، در دو روز هیچ کس در کرونا از کرونا جور نشده و ای بستر شد و گفت من یک دوا خوردم صبحش بسیار احساس خوب کردم. اینجا در امریکا همگی میگن که دروغ بده که صرف بخاطر از این که بر رای دهنده نشان بده که دوای کرونا برآمده و به شما هم به زودی میرسه. مثلا امیر روزی که گفته که من نیروهای ما باید از افغانستان خارج شود، اگر متوجه باشین شب بود که جایزه نوبل صلح اعلان میشد، یک روز پیش اعلان کرد. یعنی اگر تاثیر زیاد هم نداشته باشه موضوع افغانستان، تاثیر کم داره لپولیش. مثلا اگر جایزه نوبل میگرفت تو کمک تاثیر منداخت، پولی از یک تداوی کرونا پیدا میشد او تاثیر منداز. همه تلاش های خود میکنه که از امیتر امی قسم چاله سیاسی بزنه که اگر شبکه رای بهتر، رای زیادتر بگیره. تنها موضوع افغانستان نیست که حتما بله. نتیجه امریکا را زیاد تاثیر سرش داشته باشه. بجز مصرف انتخاباتی امریکا واقعا در پی چیست؟ یک وقفه کوتاه داریم پس آن سر صحبت میکنیم. یا اولا دمه دمه این روز بسته ادامه آورکن.